منابع محلی در شهر مقدس کربلا از کلنگزنی ساخت اولین پارکینگ هوشمند طبقاتی در شهر مقدس کربلا خبر دادند. در همین راستا مقام‌های مسئول در شهر مقدس کربلا ضمن اعلام این خبر افزودند این پارکینگ 7 طبقه در نزدیکی حرم امام حسین علیه السلام قرار دارد و یک پروژه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود که در زمینی به مساحت 45200 متر مربع ساخته خواهد شد. این مقام‌های مسئول افزودند از اهداف اصلی این طرح خدمت به زائرانی است که به شهر مقدس کربلا می‌آیند تا جایی مناسب برای قرار دادن خودروی خود بیابند. منابع رسانه‌ای اعلام کرده دولت اندونزی تصمیم دارد در سال 2023 میلادی گردشگری حلال مسجد محور را توسعه دهد. بر اساس داده‌های بررسی جمعیت جهان در سال 2021 اندونزی با مجموع 231 میلیون نفر بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را داراست و به همین دلیل پتانسیل گسترده‌ای در توسعه گردشگری حلال در اندونزی وجود دارد. علی بیت اللهی کارشناس شهرسازی و منابع طبیعی گفت استان تهران به ویژه جنوب و جنوب غرب شهر تهران پیشرو در پدیده فرونشست زمین است. سایر استان‌ها در صدر فرونشست زمین در ایران استان اصفهان، استان کرمان و استان فارس هستند. این کارشناس افزود برنامه 6 توسعه به دلایل مختلف در حوزه صیانت از منابع آبی کشور توفیق نیافت. وی تاکید کرد نقص در اجرای برنامه‌های صیانت از منابع آب این سرزمین منجر به فرونشست زمین، خشکسالی، بیابان زایی و غیره می‌شود که تبعات آن همه افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رسانه‌های تخصصی دنیای دیجیتال گزارش دادند که هوش مصنوعی اوتو جی پی تی که به مراتب هوشمندانه‌تر از چت جی پی تی ساخته شده و در راه عرضه عمومی است. در حالی که چند ماهی است که از رونمایی چت جی پی تی یا همان هوش مصنوعی نگذشته است، حالا هوش مصنوعی دیگری معرفی شده که اوتو جی پی تی نام دارد و با هوشمندی بالاتر خود احتمالاً میتواند دنیا را شگفت‌زده تر نماید. جی پی تی سعی می کند عملکرد مغز انسان را بازآفرینی کند، ولی برخلاف چت جی پی تی که مطابق نامش به چت کردن نیاز دارد، اوتو جی پی تی نیازمند دریافت ورودی های متعدد از کاربر نیست. این فناوری می تواند خودش تحقیق کند، از اشتباهاتش درس بگیرد و رفتارش را بر اساس شرایط تغییر دهد. این مدل هوش مصنوعی می تواند تهدیدی جدی برای بسیاری از مشاغل محسوب شود. برخلاف چت جی پی تی که یک رابطه تحت وب دارد، برای استفاده از اوتو جی پی تی به دانش فنی نیاز هست و باید چند برنامه خاص دانلود کرد تا از فرایند تجمیع آنها خروجی اوتو جی پی تی حاصل گردد. ۲۶ ماه مبارک رمضان مصادف است با سالروز وفات ملا آقا دربندی. مشهورترین اثر وی اسرار الشهاده درباره شهادت امام حسین علیه السلام است. مرحوم ملا آقا دربندی غم زنی را در عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام نه تنها جایز می دانست، بلکه به آن توصیه و سفارش می کرد و خود نیز شخصا در ایام محرم و اربعین آن را انجام می داد. در ارادت ورزی نسبت به اهل بیت علیهم السلام و به ویژه نسبت به امام حسین علیه السلام شهرت فراوان داشت، چنانکه در ایام عاشورای حسینی بر بالای منبر عمامه بر زمین میزد و گریبان میدرید و از شدت اندوه از هوش میرفت.